پروتئین وی بلوی کراتین. یکی از سوالاتی که اکثرتون توی ذهنتون هست، آیا ما میتونیم این دو تا مکمل رو با هم دیگه ترکیب کنیم و با یه شیکر مصرف کنیم، یا اینکه بهتره که جدا جدا مصرف کنیم، و اگر با هم دیگه مصرف کنیم چه مزایایی میتونه داشته باشه و چه معایبی. واقعیتش اینه که ما میتونیم هم پروتئین وی و هم کراتین رو با هم دیگه تو یک زمان مصرف کنیم، چون هم کراتین طعم خونسایی داره، یعنی تأثیر نمیتونه بذاره روی طعم کراتین، روی طعم پروتئین ویمون، و همین که خب جفتشون مکمله، یعنی که ما هم قبل تمرین میتونیم مصرف کنیم هم بعد از تمرین. اما یه نکته خیلی جالب وجود داره میخوام بگم که اگر نمیدونستید به نظرم میتونه کمک کنه. خب همونطور که ما میدونیم کراتین تایم مصرفش خیلی اهمیت نداره، یعنی اینکه منظم مصرف کردنش خیلی مهمتر از اینه که من چه زمانی مصرف کنم. و همینطور مصرف کراتین ما میدونیم که وقتی به اشباعش توی عضله میرسه، یعنی ورزشکار وقتی که بیش از 2 هفته منظم مصرف میکنه توی عضلاتش به اشباع میرسه، و خب به یه حدی میرسه که دیگه شما فقط باید اون رو تثبیت کنی و از مزایایی که داره بهت میده بهرهش رو ببری. اما یه نکته‌ای وجود داره واسه یه هفته های اولی که ما میخواییم کراتین رو شروع کنیم که میتونه کمک کنه کراتین اون جذبش یه مقدار بهتر بشه. همونطور که میدونیم ما سطوح انسولین زمانی که میاد بالا میتونه باعث این بشه که کراتین اشباعش در اون عضلات بتونه در واقع بهتر صورت بگیره، و این قضیه توی هفته های اول خیلی معنادارتر میشه. یعنی کسی که داره مدام کراتین رو مصرف میکنه هیچ ایرادی نداره، این دو تا رو میتونه با هم دیگه میکس کنه مصرف کنه. اما کسی که داره هفته های اولش، یعنی تو 3 هفته اول مصرف کراتینشه، 2 تا نکته داره میتونه این پروتئین حتی کمکش کنه. یکی از نکات اینه که خب ما همونطور که گفتیم سطوح انسولین باید بالا باشه. خب از اونجایی که تقریبا همتون میدونید، خب ما میدونیم عناصر قندی میتونه سطوح انسولین رو بالا ببره، پس یکی از پیشنهاداتی که میشه اینه که میگن شما کراتین رو بعد از وعده‌های غذایی بخور، چون عموما بعد از وعده‌های غذایی ما یک مقدار اسپایک انسولینی رو داریم. اما یه نکته خیلی جالب اینجاست که پژوهش‌هایی داریم که نشون میده پروتئین وی میتونه دقیقا مثل گلوکوز اسپایک انسولینی بده به واسطه لوسینی که در اون خودش داره. پس زمانی که فرد توی 2 الی 3 هفته اول مصرف کراتینشه، به نظر میرسه که اصلا ترکیب این دوتا یک امر هوشمندانه میتونه باشه، معجزه‌وار نیستا، ولی میتونه یک تکنیک و یک امر هوشمندانه باشه واسه اینکه ما بتونیم بهره‌وری اون سچوریشن و اون اشباع شدن کراتین رو بالاتر ببریم با مصرف پروتئین وی و کراتین. و اگر جزو افرادی هستید که 2 بار در طول روز پروتئین وی رو مصرف میکنید، چون خیلی هستن هم قبل تمرین هم بعد تمرین، و یا خیلی هستن که توی میان وعده‌هاشون از پروتئین وی استفاده میکنن، میتونید که مثلا 2.5 گرم از کراتین رو تو یکی از وعده‌ها، 2.5 گرم رو تو یکی از وعده‌های دیگه، و یا اگر هم میخوای یک وعده مصرف کنی به راحتی میتونی پروتئین ویت رو با 5 گرم کراتین رو مصرف کنی، شیک کنی و مصرف کنی. پس در مجموع هیچ مشکلی نداره و حتی میتونه بهره‌وری داشته باشه. باهوش ورزش کنید. خدا نگهدار.